با سلام و درود مجدد و تشکر از شما عزیزان. خب من چون یه مقدار فرمت و چهارچوب برنامه ها فرق کرده، خدمتتون بگم که برنامه های دو ساعته ما قرار شده که هر 25 دقیقه یک بار وسطش یه مقدار پیام بره، که الان فکر می‌کنم یه 4-5-6 دقیقه هنوز وقت داریم که من یه توضیحاتی رو خدمتتون در مورد ساعت برنامه ها که قبلا خدمتتون اعلام کردم باز عرض کنم، که ساعت برنامه های ما عوض شده. روزهای چهارشنبه که ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس بود یک ساعت آوردیمش عقب، به خاطر تقاضای خیلی زیاد شما عزیزان، به خصوص کسانی که در ایران هستین و گفتین یه مقدار براتون دیر وقته، که این یک ساعت اومد عقب، ساعت 10 صبح لس آنجلس میشه که فکر میکنم 9 و نیم شب ایران بشه، و تکرارش 12 ساعت بعدش یعنی ساعت 10 شب همون چهارشنبه ها باز به وقت لس آنجلس. و اون برنامه که یک شنبه بعد از ظهر، یک شنبه ظهرها به وقت لس آنجلس پخش میشد، اون تکرارش رفت یک شنبه ها صبح زود، یعنی آخر شنبه شب و اول یک شنبه صبح، ساعت 1 صبح تا 3 بامداد، یعنی یه مقداری اومد جلو. کسانی که برنامه رو جلسات یکی دو جلسه قبل مشاهده کردین، من اعلام کردم خدمتون که کتابی که سالهای سال روش کار میکردیم به هر حال بالاخره الان به زیر چاپ رفت و تو همین یکی دو سه روزه قراره که از زیر چاپ بیاد بیرون. و از عزیزانی که دوست دارن که کتابو دریافت کنن میتونین زنگ بزنین و اسمتون رو بدین، و یا به طور کلی اصلا چون داره آماده میشه میتونین از الان شروع کنین و اینها رو خریداری کنین. کسانی که خب اسماشون رو دادن و توی لیست بودین، خب مسلما اولین کتاب به دست شماها میرسه، و همونجور که عرض کردم حدود 5000 تا از این نسخه داره چاپ میشه، که ببینیم به هر حال نتیجه چجوریه و بعداً نسخه های بعدی به زیر چاپ خواهد رفت. ولی کسانی که دوست دارین میتونین تماس بگیرین با مطب یا شماره هایی که روی صفحه تلویزیون میبینین، شماره هایی که شماره های ایران هست و یا شماره مطب، تماس بگیرین و میتونین کتاب رو خریداری کنین. کتاب به هر حال نتیجه یه مقدار زیادی از این پژوهش ها، مطالعات و یه مقداری از داستان زندگی خودم که چگونه شد که به این راه کشیده شدم و چگونه شد که این چیزها برای من انتخاب شد. و همونجور که بارها خدمتون گفتم این کتاب بارها نوشته شد، از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی، شاید یک 7-8 باری برگردونده شد و نهایتاً به همت خانم غزل بیگدلو این کتاب بالاخره به اون نتیجه و به اون جایی که من دوست داشتم برسه رسید، که باز همینجا از ایشون تشکر خیلی زیاد دارم، به خاطر اینکه بدون وجود ایشون این کتاب حالا شاید به ثمر نمی اومد و به هیچ وجه به این خوبی که من میخواستم نمیشد. به هر حال امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشین. کتابیه که به هر حال زحمت روش زیاد کشیده شده و حدود 300 صفحه است. حالا دست خودم هم که برسه حتما میارم و در جلوی دوربین یه مقدار با هم دیگه مرورش خواهیم کرد. یک صحبت کوچولوی دیگه هم که خدمتون داشتم، تلفن ها و تقاضاهای خیلی زیادی میشه که برنامه های شفا صرفا بشه برنامه های عرفانی، و همون که راجبه به هر حال نه فقط عرفانی ولی راجبه ذهن و احساسات و بعد عرفان و این چیز رو صحبت کنیم، که همونجور که من بارها خدمتتون عرض کردم اینها از هم دیگه جدا نیست، تن و جان از هم جدا نیستن و به هر حال اینها همه با هم دیگه باید هماهنگ باشن که ما بتونیم در اون مسیر درست قرار بگیریم. خیلی از شما عزیزان خواستین که خب بعضی از برنامه ها رو صرفاً تلفنایی که میشه اختصاص بدیم به فقط کسانی که سوالایی که در مورد ذهن و یا موارد عرفانی و غیره دارن صحبت کنن، که این کار رو من پارسال اگر نمیدونم یادتون باشه یکی دو بار این کار رو انجام دادیم و تقاضا کردیم که
تلفن ها صرفا امروز مثلا به خاطر یه همچین صحبت ها و سوالایی باشه، ولی متاسفانه خب چون حجم تلفن هایی که مردم زنگ میزنن برای سلامتیشون و مشکلات پزشکیشون خیلی زیاده، یه مقدار این رعایت نشد. حالا شاید این جلسه و یا جلسه آینده باز من اینو سعی کنیم که ببینیم که امکان پذیر هست که اون عزیزانی هم که سوال دارن، چون خیلی سوالایی که در مورد ذهن و عرفان یه چیزا هست، چون مقدارش یه مقدار کمتر از اون سوالایی که علمی سوالای پزشکی و غیره هست، شاید مجال داده نمیشه که اونها تلفنشون بیاد روی خط. به هر حال سعی خودمون رو خواهیم کرد که حتما این کارو انجام بدیم. جلسات گذشته صحبت‌های ما، البته جلسات قبل از اینی که من یه چندین جلسه غیبت داشته باشم، صحبت‌های که در مورد سلامتی و محافظت تن بود و اون عوامل هفتگانه که خواب و استراحت و ورزش و تغذیه و آب و نور و آفتاب و هوا و تنفس و این چیزا بود، همه رو مرور کردیم. یه مقداری کنترل احساسات و غیره رو مرور کردیم و رسیده بودیم به موارد ذهنی و کنترل ذهن و سرنوشت و به هر حال همه اون چیزایی که مربوط به ذهن ما میشه، که اون به هر حال برنامه‌های یه مقداری بعدش تکراری شد. از امروز شروع می‌کنیم باز یه سری برنامه‌هایی که راجع به ذهن هستش صحبت خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که به هر حال حداقل امروز رو سعی کنیم سوالاتی که میشه، اگر امکان پذیر باشه، سوالاتی باشه که در مورد سلامتی ذهن، کنترل ذهن و آگاهی ذهن و اینجور چیزا باشه، امتحانش میکنیم. اگر که کار کرد که کار کرد، اگر نه به هر حال من پوزش میخوام، سعی خودمونو حتما براتون میکنیم. با سلام و درود مجدد و تشکر از شما عزیزان. خب همونجوری که قبل از پیام ها خدمتون گفتم، برای یک مدتی صحبت های ما در مورد ذهن، کنترل ذهن، آگاهی ذهن و به طور کلی این طریقه استفاده درست از ذهن و آگاهی از اینکه چه موقع هایی ما استفاده نادرست ازش میکنیم و چقدر زندگی ما، سلامتی ما، موفقیت ما، سرنوشت ما و حتی ارتباط برقرار کردن با منبع و با ریشه های خودمون چقدر مهمه که ما بتونیم ذهن خودمون رو به درستی کنترل کنیم، که این ذهن شامل افکار و باورها و اعتقادات و گفتارها و کلام و به طور کلی اینها هستش که نتیجه اون هم یه مقدار زیادی شاید روش زندگی و به هر حال همه عادات و رفتار و کردار و شخصیت ما از اونها سرچشمه میگیره. یک مسئله که بسیار مهمه اینه که ما توجه داشته باشیم که همونجور که من خدمتتون چندین بار گفتم، این وسایل و ابزاری هستن که در اختیار ما قرار دارن، چه ابزار و وسایلی که به هر حال در طبیعت و در کره خاکی و مواردی هستن که همیشه در طبیعت بودن، و چه ابزاری که ما خودمون انسان‌ها اونها رو ساختیم و به وجود آوردیم و یا اختراع کردیم که از طریق علم و تکنولوژی کشفیات مختلف به اونها رسیدیم، و به طور کلی یه مقدار ابزاری که به ما داده شده علاوه بر طبیعت و علاوه بر ابزاری که خودمون سازیم، اون هم خب بدن خودمونه، ذهن خودمونه و به هر حال اون کلیت وجود خودمونه که بتونیم این سفری که باید بیایم در این مدرسه و به هر حال یه مقدار درسامونو یاد بگیریم و امتحانامونو بدیم، این بدن به ما داده شده و ذهن به ما داده شده که بتونیم از اون استفاده صحیح و درست و از این ذهن بکنیم. ذهن ما، من به قاطعیت میتونم بگم که شاید مهمترین ابزاری هستش که در اختیار ما قرار داره و کنترل کاملش هم باز در دست خود ما هستش، و خیلی مهمه که ما بتونیم ذهن خودمون رو کنترل کنیم تا اینکه اجازه بدیم که ذهن ما رو کنترل بکنه. و وقتی متوجه بشیم که واقعا هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم و هر چیزی که تو زندگیمون میخوایم و در هر مسیری که میخوایم قرار بگیریم، وقتی که بتونیم استفاده درست از ذهنمون بکنیم و اون تاکید و تمرکز روی اون چیزهایی باشه که میخوایم و نه روی اون چیزهایی که نخواهیم،
چه از نظر عمل و چه از نظر افکار و چه از نظر گفتار بسیار بسیار تاثیرپذیر هستش و موثر هستش اگر بتونیم اینها رو رعایت بکنیم. مثلا اگر من سلامتی میخوام، هی نیام بگم که در افکارم که من نمیخوام بیمار باشم، من نمیخوام فلان بیماری رو داشته باشم، من میخوام از فلان بیماری رها بشم و غیر. به جای اون باید صحبت‌ها و افکارمون باشه که من میخوام سلامت باشم و من میخوام انرژی زیادی خوبی داشته باشم و به طور کلی تمام تاکید روی چیزای مثبت باشه. به خاطر اینکه اگر که تاکید روی چیزایی باشه که ما نمیخوایم، اون موقع تمرکز و اون فرکانس ها میره روی اون چیزایی که نمیخوایم و ضمیر ناخودآگاه و ذهن ما و به طور کلی اون یونیورسی که باید اینها رو برای ما فراهم بکنه، توجه و تمرکز میره روی این چیزایی که ما نمیخوایم. درست مثل اینه که مثلا من به شما بگم که الان به یک فیل خاکستری بزرگی که یه خرطوم خیلی بزرگ هم داره فکر نکنید و هی من اینو تکرار بکنم، هر چی به شما بگم که به این فیل فکر نکنین، نهایتاً بیشترین چیزی که داریم بهش فکر میکنین اون فیله، به خاطر اینکه داریم مبارزه میکنین که به اون فیله فکر نکنین و همش به اون فکر میکنین. پس خیلی بهتره که ما بدونیم که تمرکزمون و گفتارمون و افکارمون روی چیزهای مثبت و اون چیزهایی باشه که تو زندگی میخواییم و نه اون چیزهایی که تو زندگی نمیخواییم. و وقتی که توجه کنیم که نهایتاً سرنوشت ما نتیجه ای از اون شخصیت و کرکتری که ما برای خودمون به وجود اومدیم سرچشمه میگیره و این شخصیت و کرکتر ما معمولاً فقط از طریق عاداتی که ما داریم شکل میگیره، یعنی عاداتی که در روز و یا در هفته و یا در ماه به طور مرتب این عادات رو ما داریم و برای خودمون به وجود میاریم، شخصیت و کرکتر ما رو شکل میده و این شخصیت و کرکتر ما و به طور کلی این عادات ما نتیجه روش زندگی ما هستن، نتیجه روش زندگی که اون به هر حال و این روش زندگی خب نهایتاً نتیجه انتخابات و تصمیم گیری هایی هستش که ما در مورد روش زندگی انجام میدیم، که مثلا فرض کنید ورزش انجام بدیم یا نه، یا اینکه چه غذاهایی بخوریم، چه جور غذاهایی بخوریم، چقدر بخوریم و به طور کلی خب تمام اون افکارمون، تمام اون احساساتمون، تمام اون تنفس ها و هوایی که تنفس میکنیم، آبی که مینوشیم، ورزش، استراحت، خواب و به طور کلی تمام کیفیت زندگی ما که نهایتاً از انتخاب ها و تصمیم هایی که در مورد روش زندگی خودمون گرفتیم باعث میشه که ما وقتی که اینها رو تکرار کنیم اینها به صورت عادت در بیاد، که چقدر خوبه که این عادت ها عادت های مثبت و سازنده باشن که وقتی که این عادت ها تکرار میشن شخصیت و کاراکتر و نهایتاً سرنوشت ما رو به وجود بیاره. حالا بارها و بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم که این انتخاب ها و این گزینه ها و این به هر حال تصمیم ها که در مورد روش زندگیمون ما انجام میدیم، اینها هم خب سرچشمه میگیرن از اون به هر حال فعل و انفعالاتی که در ذهن ما رخ میدن، قضاوت هایی که در ذهن ما رخ میده و برچسب هایی که میزنیم و به طور کلی تمام این ارزیابی هایی که در ذهن خودمون انجام میدیم، که باز بارها راجبش صحبت کردیم که این ارزیابی ها و این قضاوت ها و این برچسب ها نتایجی جز باورهای ما و افکار ما نیستن. که راجب باورها و افکارها بارها صحبت کردیم، ولی چون در مورد ذهن داریم صحبت میکنیم باید راجب باورها و افکار هم باز صحبت های زیادی داشته باشیم، به خاطر اینکه این باورها و افکار ما هستن که نهایتاً تمام اون سری مواردی که صحبت کردم، که انتخابات و بعد قضاوت و برچسب و بعد روش زندگی و بعد عادات و بعد کاراکتر و شخصیت و بعد سرنوشت ما، از اونها همه یکی یکی سرچشمه میگیره. این باورهای ما و این افکار ما که به طور کلی در ذهن ما بایگانی میشن و هیچ چیز مطلق نیستن هیچ کدومشون و واقعیت زندگی ما رو تشکیل میدن، ولی حقیقت محض رو تشکیل نمیدن و فقط واقعیت زندگی هر کدوم از ما رو تشکیل میدن، نتیجه هستن از جمع‌آوری هایی که در طی دوران زندگی ما اینها رو انجام دادیم، جمع‌آوری هایی که به هر حال در ذهن ما بایگانی شده، باورهایی که از کودکی، از پدر و مادر و از معلم و استاد و از محیط و از به هر حال
بچه های همسن خودمون و بعد از دوستان و بعد از همکاران و غیره. همینجور این باورها به ما داده میشه و ما این باورها رو بعضیش رو نگه میداریم، بعضیش رو نگه نمیداریم، ولی خب به هر حال باورهایی هستش که بعضیش هم به ما تزریق و تحمیل میشه که اینها یه مقدارش از به هر حال باورهای فرهنگی، باورهای سنتی، باورهای مذهبی و باورهای ملی و غیره هستش. که این باورها همه وقتی که در ذهن ما بایگانی میشه نتیجه‌ای هستن از اون جمع‌آوری شده ها و نتیجهشون افکار ما هستند. یعنی افکاری که در ذهن ما رخ میده باعث میشه که اون انتخابات و اون گزینه‌ها و همه اونها انجام بشه. که وقتی که اینها انجام بشه نهایتاً اون سلسله موارد دیگه که عرض کردم خدمتون به وجود میاد. حالا مهم اینه که ما آگاه باشیم و متوجه بشیم که تمام اینها باورها ما رو کاندیشن میکنه و شاید تا یه مقداری زندگی ما رو شرطی میکنه و مشروط میکنه برای این باورها و برای این اعتقادات. که وقتی که ما آگاهی کامل داشته باشیم که این باورها و اعتقاداتی که ما داریم یک چیز مطلق نیستن و خودمون رو رها کنیم و یا از اون باورهایی که شاید برای ما کار نمیکنه زنجیرش رو ما پاره کنیم و خودمون رو رها کنیم، اون موقع هستش که خب متوجه میشیم که انتخاب با ماه و ما میتونیم تصمیم‌های درست رو بگیریم. مثال‌های خیلی زیادی بارها مراجع به این زدم. یک آزمایشی یه بار انجام دادن که یا یه مثال دیگه بزنم خدمتون که فیل‌ها با اون جثه بسیار تنومند و بسیار قویشون وقتی که می‌بینی کسانی که مثلا با فیل‌ها کار می‌کنن، حالا به موارد مختلف و از این فیل‌ها استفاده می‌کنن، می‌بینی که این فیل با یک تناب بسیار بسیار نازک مثلا به یک نهال بسته شده، یک درخت بسیار کوچک بسته شده و این فیل شاید با یک پاشو فقط یک هزارم قدرتی که داره فشار بده این تناب پاره میشه و اون نهال هم مثلا از ریشه در میاد، ولی هیچ وقت این کارو نمی‌کنه و فیله تا زمانی که میبینه پاش بسته شده به اون نهاله میدونه که نباید از اون محدودیت خارج بشه و نباید بره جایی و تا میبینه که یه ذره راه میره نهاله کشیده میشه استاپ میکنه و توقف میکنه. دلیلش هم اینه که این کاندیشن شده ذهنش که زمانی که این فیلا خیلی خیلی کوچیک بودن اینا رو خب می‌بستن به این نهالا با همون تنابه و خب در اون زمانی خیلی کوچیکیشون نمیتونستن زیاد حرکت کنن و این یه محدودیتی برای خودش به وجود میومد. این محدودیتی که برای اینا به وجود میاد کاندیشن میشه، یعنی شرطی میشه و همینجوری که فیل بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه دیگه چون ذهنش محدود شده و ذهنش متوقف میشه در اون جایی که بخواد حرکت بکنه و رها بشه نمیکنه این کارو به خاطر اینکه فکر میکنه، یعنی ذهنش به این صورت به وجود بزرگ شده و آگاهی اون آگاهی ذهنی رو نداره که اگر یه اینو بیاد بکنه کاملا جدا میشه و راحت میتونه بره. منتها خب اینجوری کاندیشن شده. ولی ماها که خب خیلی آگاهی ذهنی داریم وقتی مرور کنیم و تجدید نظر بکنیم از باورهامون که بعضی از باورهای ما چگونه ما رو محدود میکنن و چگونه ما رو در یک جعبه نگه میدارن و ما خودمون رو در اون جعبه حبس میکنیم و بیرون جعبه رو هیچ وقت نمیایم نگاه بکنیم، باز تقریبا شبیه همون داستان فیل است. یک آزمایشی انجام دادن، یک چیز تجربی که یه مقداری از حشراتی مثل پشه و مگس و غیره رو میان توی لیوانی انداختن و روی این لیوان یک دری گذاشتن، البته یه در مقوایی که مثلا سوراخ سوراخ داشته باشه که هوا کاملا بره و در دقایق اول یا شاید در ساعت‌های اول این حشرات هی می‌خواستن از اینجا بیان بیرون و هی خودشون می‌زدن به شیشه و به مقوا و به غیره و مرتب هی می‌خواستن که از اینجا رها بشن. بعد از یه مدت که تلاش خیلی زیادی کردن و نتونستن بیان بیرون، خب کاندیشن شد شرط، یعنی متوجه شدن که نمیتونن بیان بیرون و دیگه همونجا موندن. بعد از چند ساعت که این در این لیوان رو برداشتن و اینا راحت میتونستن که پرواز کنن و بیان بیرون، متوجه شدن که هیچ کدوم از اینا نمیان بیرون. شاید
شاید مثلا اگر 50 تا اون تو بودن یکیشون مثلا میومد بیرون، ولی بقیه با اینکه هنوز زنده بودن و انرژی داشتن چون هوا بهشون رسیده بود و غذایی هم بهشون داده بودن و غیره، ولی کاندیشن شدن و باور و یا اون ذهنیت بر این بوده که خب دیگه نمیتونن بیان بیرون و با اینکه حالا اون درم برداشته شده میدیدن که نمیتونن بیان بیرون. اینا همه یه پیامی به ما میده که یه توجهی به زندگی خودمون داشته باشیم و به باورهای خودمون و به افکاری که روزانه در خودمون به وجود میاریم، افکاری که داریم و گفتارها و کلاممون، که چگونه خودمون با ذهنیت خودمون و یا اینکه افکار و باورهایی که به ما تحمیل شده چگونه اینا توی زندگی ما اثر گذاشته و چگونه اجازه نمیده که ما اون رهایی که میخوایم داشته باشیم و چگونه ما خودمون رو محدود میکنیم بر حسب یه مقدار از این باورها که میتونه مربوط به سلامتی بشه، مربوط به موفقیت بشه و مربوط به هر حال هر چیزی که ما تو زندگی میخوایم داشته باشیم. و فقط خودمون رو با این باورها، حالا عرض کردن باورها میتونه باورهای فرهنگی باشه، سنتی باشه، باورهای مذهبی باشه، باورهایی که از طریق تجربه خودمون شاید یه تجربه‌ای کردیم و بر حسب اون تجربه یه اتفاقی افتاده و بعد یه برچسب میزنیم و یه کلیت بهش میدیم و دیگه باز خودمون رو محدود میکنیم و یک کلیت میدیم و دیگه تمام مواردی که مربوط به اون مسئله میشه اجازه نمیدیم که شکوفا بشه و خودمون رو محدود کامل میکنیم و حبس میکنیم توی اون جعبه باورها. پس دعوت من از شما عزیزان اینه که تا اونجا که میتونیم سعی کنیم که مرتب باورهای خودمون رو مرور کنیم و اعمال و رفتار و کردار و گفتار و تمام اون مواردی که در روز انجام میدیم یه نگرشی روش داشته باشیم و یک تمرکزی روش داشته باشیم که چقدر از اینها نتایج باورهای ما هستش، که باورهای ما ممکنه با باور یک شخص دیگه کاملا متفاوت باشه و میبینیم که اون شخص که یه شخص دیگه که یه باور متفاوتی داره ممکن اون محدودیتایی که ما داریم نداره و شاید براش حتی خنده دار بشه. و به همین صورت هم وقتی که ما میبینیم که یه شخص دیگه توی چیزای خودشو محدود کرده و حبس کرده، برای ما شاید کاملا بی‌معنا باشه و میگیم چطور ممکنه که یه همچین شخصی اینقدر مثلا خودشو محدود میکنه و در جعبه خودشو حبس کرده. پس همه اینها نهایتاً نتیجه این میتونه باشه که اگر ما توجه بکنیم و باورهامون رو یه مقدار مرور بکنیم و افکار روزانه‌مون رو مرور بکنیم، که البته راجع به اینها کاملا مفصل بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد، تمام اینها رو میشکافیم که چگونه از این ابزار میتونیم استفاده کنیم، چگونه میتونیم آگاهی ذهنی داشته باشیم، چگونه میتونیم عادات خوب رو به زندگیمون اضافه کنیم و از عادات بد دوری کنیم، و همه اینها در سری برنامه‌های بعدی خواهد بود. برنامه شفا بفرمایید. الو جانم بفرمایید. آقای دکتر جانم بفرمایید. بفرمایید عزیزم بفرمایید. سلام علیکم. سلام از بنده است، بفرمایید. من یه سوال داشتم در مورد همین به سلام. من 55 سالمه، بعد میخواستم ببینم، من زانو درد زیاد دارم، میخواستم ببینم من این زانو من که همش پیچ میخوره علتش چیه؟ یعنی ممکنه که مثلا مریضی مثلا چیز داخلی داره یا این مشکل پا دارم؟ من راه که میرم پام پیچ میخوره همش، مثلا من باید چی کار کنم؟ پیچ یعنی زانوتون؟ من متوجه میشم زانو پیچ میخوره یعنی چی؟ زانوتون یعنی پیچ راه که میرم این زانو انگار از جاش در میاد، بعد یه جوری میشه، بعد من هیچ نوع مکملم استفاده نکردم تا الان. اوکی. مثلا ببینم اصلا نیازی هست که من آخرش ممکنه اطلاعاتی که به من میدین خیلی کمه. اولا درد دارین یا اینکه فقط پاتون پیچ میخوره؟ دردم دارم زیاد. هر دو زانوتونه؟ بله بله. اوکی. وقت جایی دیگه از بدنتون درد ندارین؟ نه کلا فقط همین دوتا زانومه. دوتا زانواتونه. خیلی. اون وقت اینو با پزشک هیچ وقت در میون گذاشتین که چکتون کنم؟ بله صحبت کردم باشون، حتی دکتر رفتم به صلاح عکسم گرفتم، منتها یه جوریه که من هرچی دارو میخورم هرچی هم استراحت میکنم بازم درد میگیره، بازم پیچ میخوره. میخوام اینم مکمل نیاز دارم، بدنم ویتامینش کمه؟ عزیزم شما سوال منو جواب بدین.
پزشک که رفتید تشخیصی دادن برای مشکل شما یا نه؟ قبلا که گفتودن آب آورده، بعد آبشو گفتن همینجور استراحت کنید آبش جذب میشه، بعد هرچی هم استراحت کردم فرقی نکرده. بله اینجوریه، نمیدونم حالا گفتم از شما سوال کنم. من به نظر شما معلوم سنم 55 سالمه، بله میخوام بگم میتونم، یعنی من باید چیزی استفاده کنم برای بدنم ضعیفه، نمیدونم چیزی نیازی هست من بخورم؟ اول بعد یه مطالعه بشین شما، ببینیم که آیا اون تغذیه‌تون به چه صورته، بعد ببینیم از نظر هورمونا و از نظر جذب کلسیوم چطور هستین. اینا رو که متوجه شدیم، بعد ببینیم که این مشکلی که دارین، هیچ وقت تشخیص آرتروز ندادن به شما؟ نگفتن آرتروزه؟ نه هیچ نگفتن. اوکی. شما اضافه وزنم دارین؟ تقریبا 5 کیلو. بله. اضافه وزنتون فقط دور شکمتون و پهلوهاتونه یا جای دیگه هم هست؟ نه پهلوها ما فقط. فقط پهلوهاتونه. اون هلی. وقت بعد ناخوناتون چطوره؟ ناخوناتون خوبه؟ بله خوبه. خوب رشدش خوبه. من این وقت که بلند نمی‌کنم ولی خوبه. کیسه صفراتونو در نیاوردین؟ نه. شما از نظر رژیم غذایی مواد سرخ کردنی یا چرب و یا آجیلالات و یا لبنیات مصرف میکنین؟ خیلی نه آقای دکتر، من اصلا لبنیات دوست ندارم. مصرف آبتون چقدره؟ آبم همین شما فرمودین، مرتب من حرفای شما رو گوش میکنم، دقیقا حرفاتون رو به صلاح عمل میکنم، یعنی آبم الان دقیقا 8 لیوان 10 لیوان میخورم. در روز. از کجا تماس میگیرین شما؟ من ایران هستم. امکان داره که یه دو سه تا مکمل غذایی مشکل شما رو حل کنه؟ از نظر دستگاه گوارش مشکلی ندارین؟ نه اصلا هیچ مشکلی از نظر دستگاه گوارش ندارین. اون وقت چیزای شیرین علاقه دارین یا نه؟ به چیزای شیرین؟ بله. چیزای شیرین تا حدی، بازم اونم زیاد، نه خیلی تا حد. بله. یه مطالعه کاملتر بعد بشین، بعد 3-4 تا مکمل شاید خدمتتون بدیم، فکر می‌کنم حل بشه مشکلتون. اگر تشخیص به خصوصی هم ندادن و پزشک شما رو چک کرده و از همه نظر گفتن هیچ مسئله به خصوصی وجود نداره، شاید با چند تا مکمل غذایی و یه مرور کلی از رژیم غذایی و غذاهایی که می‌خورین شاید بتونیم کمکتون کنیم با چند تا مکمل غذایی. با اون شماره ایران تماس بگیرین، بهتون راهنمایی می‌کنن. بله کش کش آقای دکتر، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خدا نگه. خواهش. خدا. برنامه شفا بفهمی. الو. سلام عرض میکنم. سلام. بله بفرمایید. آقای دکتر حال شما خوبه؟ خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. جناب دکتر من یبوست دارم، صبح که میرم دستشویی شاید 2 بار 3 بار باز احساس میکنم روده هم تخلیه نشده، خیلی نگرانم، ناراحتم، دوباره میام آب میخورم، دوباره یه مدت به اون گفتن که آب جوشیده بخورم ولی الان معده درد دارم. یکی از مشکلات دیگه هم اینه که همش فکر و ذکرم گذشته است، الان دوباره ناراحتی معده دارم، دوباره دفعم مشکل داره. و نمیدونم که باید چی کار کنم. توی غذا و تغذیه هم همون غذاهای معمولی و میخورم، یه سری دکتر رفتم، یه سری داروهای گیاهی به هم دادن، آندوسکوپیم کردن، گفتن مشکل خاصی ندارید شما. چند سالتونه شما؟ ولی نمیدونم، من 28 سالمه. اون وقت از نظر دستگاه گوارش وقتی غذا میخورین آیا نفخ میکنین، شکمتون باد میکنه، گاز دارین یا احساس؟ گاز داره. اوکی. و یه حالت ورمی رو حس میکنم. بیشتر در معده است یا در روده است؟ یعنی بیشتر بالا این ورم رو دارین یا بیشتر پایینه؟ بیشتر بالاه. بالاه. اون وقت حالت بادگلو اینام دارین یا نه؟ تقریبا بعضی اوقات. بله بعضی اوقات دارم. شما؟ اول مثبت. اضافه وزن که ندارین؟ دارین؟ نه خیر ندارم. ندارین. هیچ گونه مشکل تیروئید و اینام ندارین؟ یعنی علائمش رو ندارین؟ مشکلی از نه خیر. آزمایشم دادم هیچ گونه علائمی نبوده. اون وقت فقط همون که
مزه ترش رو بیشتر هوس میکنین از مزه های دیگه؟ بله بله. اوکی خیلی خوب. بعد از نظر مصرف آب و سبزیجات و میوه‌جات و اینا هم میخورین به اندازه کافی؟ تقریبا بله بله تقریبا. اوکی. به احتمال قوی شما اون... جانم بله بله، به احتمال قوی شما اون کمبود کمبودی که خیلی از الان انسان‌ها دارن در این عصر، همون کمبود شیره معده و یا هایدروکلوریک اسیده، اسید معده است. شما بله. از ایران تماس میگیرین؟ بله من از اصفهان تماس میگیرم. اوکی عزیزم. یه موضوع دیگرم من از خدمتون بپرسم و بعداً یه توضیح دیگه هم براتون دارم. شما نسبت شما گفتین خیلی تو گذشته زندگی میکنین. بله. آیا نسبت به موارد گذشته یا اتفاقاتی که افتاده گذشت ندارین؟ این چون یه چیزی مسئله مجزایی از این که فکر کنین، یعنی آیا مثلا گذشتتون به طور کلی چطوره؟ از موارد راحت میگذرین یا اینکه نه؟ نه نمیگذرم، همینطوری مثل یه نوار از همون صبح با خودم کلنجار میرم که اینطوری شد، حالا این کارم درست بود، حالا این رفتار رو برم دوباره این کار رو انجام بدم، دوباره غلطه، دوباره بر میگردم. یعنی خودم که مرور میکنم صحبتهای شما رو که الان گوش میبینم، میبینم خیلی عیب از خودم، یعنی نمیتونم اون نوار رو، حتی گاهی اوقات ازش خسته میشم، یکی دو بار تا حالا خودم رو واقعا زدم، خسته شدم از افکار خودم، از خونه بیرون میرم، میرم یه مدت میام دوباره همون فکر، دوباره همون حالات. بله. دوباره همون متوجهم. اینا خب یه مقداری احتیاج به تمرین و احتیاج به کوشش داره. من فکر میکنم که اولا مشکل گوارشیتون یه مقداری حالت احساسی درش هست، یعنی همین عدم داشتن گذشت نسبت به گذشته و یه مقدار سختگیری هایی که نسبت به خودتون دارین، ولی به احتمال قوی با چند تا مکمل این مشکل حل میشه، ولی رو اون مسئله ذهنیتون هم باید خوب کار کنین. اون یه مقدار تمرین میخواد، ولی برای اون مسئله شما اگر که شروع کنین از الان یه مقداری سرکه سیب رو با غذاهاتون میل کنین، من فکر میکنم که کمک کنه تا زمانی که این مکملهای غذایی هم به دستون برسه. آها، اون وقت روی گونه هام هم دونه های قرمز میزنه، به خصوص اصلا با گرما، یعنی یه ذره هوای خونه گرم بشه، هوای بیرون گرم، اصلا این صورت من به خصوص روی گونه های من پر دانه های قرمزه. شما عادات ماهانتون مرتبه؟ بله. هیچ گونه مشکلی از نظر هورمونی ندارین؟ نه خیر، آزمایشات هم که دادم گفتن مشکل خاصی نیست. اوکی، اجازه بدین اول از همه دستگاه گوارشتون حل بشه و شاید یه پاکسازی کوچیک هم لازم داشته باشین. اگر باز این مسئله ادامه پیدا کرد ممکنه یا مربوط به هورموناتون باشه یا ممکنه یک حالت آلرژی غذایی باشه، ولی به نظر من پله پله باید بریم جلو. اول از همه دستگاه گوارشتون باید حل بشه. بله. تماس بگیرین با شما. منظورتون اینه آها، وقت رو خوراکم، رو تغذیه‌ام الان چیکار کنم؟ شما تغذیه‌تون باید سعی کنی که از مواد شیرینی و مواد قندی و مواد سرخ کردنی و این چیزا دوری کنین، سبزیجات و آبتون و میوه‌جاتتون رو تا اونجایی که میتونین زیاد کنین، لبنیات به نظر من نخورین، غذاتون رو خوب خوب بجوین، یه مقدارم سرکه سیب با غذاتون بخورین، بعد با شماره ایرانمون هم تماس بگیرین، سه چهار تا مکمل بهتون میدن، این مشکل دستگاه گوارشتون به احتمال زیاد حل میشه. خب بعد چند با کسی که زندگی میکنیم چطور میتونیم بگذریم، گذشت کنیم؟ رفتارش که همون رفتاره، عوض نمیشه. نه رفتاره اون عوض نمیشه، واکنش شما نسبت به اون رفتار باید عوض بشه. اگر میخواین اگر زندگی با اون شخص باید ادامه پیدا بکنه و انتخاب میکنین که ادامه بدین بله. زندگی رو بعد کاری که باید بکنین اینه که واکنش خودتون رو نسبت به رفتار اون شخص عوض کنین. شما به هیچ وجه نمیتونین شخص دیگر رو عوض کنین، بعد اجازه بدین که بهش فضا بدین و اسپیس بدین که اون شخص خودش رو خودش کار بکنه و خودش رو عوض بکنه، ولی شما برای اینکه خودتون رها بشین بعد واکنش خودتون رو نسبت به اون شخص عوض کنین. واکنش شماست که یعنی واکنش شماست که شما رو داره اذیت میکنه. جان
همون حالت بیخیالی میشه، یعنی بیخیال بشم نسبت بهش، نمیتونم. نه من نگفتم بیخیال بشین، گفتم واکنشتون رو یه مقدار آگاهانه تر بیارین. یعنی لازم نیست که شما بیخیال بشین نسبت به چیزی، ولی میتونین واکنشتون رو با یه مقدار مرور بگین خب اگر این کار رو داره میکنه فعلا شاید بهترین انتخابشه، شاید فلانه، و اون موقع شما هم کمتر اذیت میشین و کمتر این قضاوت ها رو در ذهن خودتون انجام میدین. شما تنها مثلا من به لباس چی؟ به لباس پوشیدن پدرم خیلی ناراحتم، نسبت به شغلش خیلی ناراحتم، حرف زدنش جوریه که اصلا من نمیخوام مثلا حتی خواستگار بیاد توی خونه، چون حس میکنم ایشون اگر الان اون بیاد این کلامش جوریه که مثلا این نمیگذره اون اتفاق بر من بیفته، یا من اصلا خجالت میکشم یا ناراحتم. شاید به همین دلیل من چندین خواستگار خوب رو رد کردم. خب تا حالا یک بار که شده خواستگار بیاد خونتون و بعدن به خاطر پدرتون مثلا نخواسته؟ یا اینکه فقط ذهنیات شما؟ نه ولی همینطور شنیدم که مثلا نسبت به رفتار اجتماعی، اون رفتار اجتماعی که ازش میخوام اون انتظاریو که داشتم نبوده، بعد موجب آزارم شد با اون شخص، یعنی برای اون شخص خودش هم بیعت نبود. متوجه. من به جای اینکه ببینین شما شما پدرتون رو نمیتونین عوض کنین، واکنش خودتون رو میتونین عوض کنین، و واکنش شما نسبت به اون خیلی مهمه، و کسی که شما رو بخواد بعد شما رو برای خودتون بخواد، برای اون شخصیت شما، کاراکتر شما، اون پرسنالیتیتون و اون به هر حال اون کسی که هستین برای شما بخواد. کسی که شما رو میخواد و میخواد با شما زندگی کنه با شما قرار زندگی کنه، با پدرتون قرار نیست زندگی بکنه. و من فکر نمی کنم که این مسئله اونقدر باید شما رو اذیت بکنه که شما خواستگار رو رد بکنی و غیره، ولی به نظر من بیشتر از همه روی خودتون اگر کار کنین و واکنش خودتون رو یه مقداری عوض بکنین، من فکر می‌کنم اون مسائل و طرز دید و برخوردتون هم نسبت به خواستگارتون یه مقدار عوض میشه. کتاب خاصی دارین؟ الان یه کتابی رو معرفی می‌کردین، این کتاب میتونه به من کمک بکنه؟ بله 100%. کتابی که سرچشمه حیاته یه مقدار خیلی زیادش راجع به همین موارد احساسی و موارد ذهنی و غیره هست. با اجازهتون من بعد برم سراغ خطای دیگه، اشاره میکنن خیلی خطا. خیلی خوشحال شدم. مرسی از تماستون. ان شاء الله که همیشه موفق و معید باشید. شما هم همینطور هستید. خیلی خوشحال شدم. قربونت شم. شنیدم، ممنونم. خدا نگهدار. خدافظ عزیز. برنامه شفا بفرمایید. سلام از کرم علی رضا افتخاری هستم. آقای قربان. بله قربان. بله ارادت دارم خدمتتون. شما شما فقط سین سلامتون رو بگین ما متوجه میشیم که یعنی واقعا ماشاءالله اون صدای گرم و دلپذیر و دلنشینتون اینقدر مشخصه که کاملا به هر حال ما متوجه شدیم. حالتون خوب آقای افتخاری؟ شما ما مدت ها بود نمیشه شما رو بگیریم آخه، این باید یه دونه کوله پشتی بزنیم پشتمون، باید یه دونه لایک هی به چرخیم در اومد تا بالاخره شما بتونیم پیدا کنیم. خب حالا بالاخره اومد روی هات بیاد و گرفتیم. خوشحالم شما بعد مدتی زیارتتون میکنم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. حالتون خوبه شما؟ عرض کنم که برنامه امروز راجع به مغز و فکر و افکار اینا بود، بالاخره خواست داری کشید. حالا مهم نیست. اون برنامه شما حد دل رو خواست رفت دارم خیلی. اما سه چهار هفته گذاشته تو این سمیناره و یه دکتر هوگان یه دونه مرد که نمیشه اسمی گذاشت، ولی مردی که همیشه اواخر پاییز و اوائل بهار همیشه تو آلمان بود، دپرسیون یا میگه شما دپرسیون، بله افسردگی، دپرسیون الان توی شاگردان و حتی بزرگان هستن، پزشکان هستن و اینا همه دپرسیون پیدا کردن. بله بعض رفتارشون هم نشون میده، ناامیدیشون هم نشون میده. یه همسایه هم داریم زن و شوهر، اینا همیشه سر کله هم دیگه میزدن. خب بله حالا تازه می فقط دیگه صدایی نمیاد. بعد رفتیم پرسیدیم چی شد، گفتش که مردم دپرسیون گرفته. حتما میگه تو حق با تو گفت، تو درست میگی. بله تو من راحت بزه خیلی برد بهتره، مثل که دپرسیون گرفتم به نفع کسیه. شما چی میگی؟ والا من در مورد افسردگی که توی شما آلمان زندگی میکنین دیگه، درسته؟ بله اصولا یکی از مواردی که خیلی خیلی تاثیر میذاره روی افسردگی و اشخاص رو میتونه افسرده کنه کمبود نور آفتابه. و اگر توجه بکنین کشورها و یا شهر، یعنی به طور کلی شهرهایی که نور آفتاب درشون خیلی کمه
کاملا مشخص شده که درصد افسردگی به مراتب بیشتره. یعنی مثلا در اینجا در امریکا مثلا یه ایالتی داریم به نام پورتلند یا بعضی از جاهایی به هر حال امریکا هستش که نور آفتاب کمتره، هواش خیلی خاکستریه و آفتاب کمتره و میبینی که درصد افسردگی و حتی درصد خودکشی در اونجاها بیشتره. اینه که خب نور آفتاب بسیار مهمه که هر جوری شده ما یه مقداری خودمون رو اکسپوز بکنیم و در معرض نور آفتاب قرار بدیم. البته نمیگم تمام دلایل افسردگی به خاطر نور آفتابه، ولی خیلی مواقع به خصوص این افسردگی های سیزنال و فصلی یک رابطه خیلی مستقیم با هوا و به خصوص با نور آفتاب و یا فقدان نور آفتاب داره. حالا کاش ما میتونستیم یه مقداری از این آفتاب کالیفرنیا رو تو جعبه کنیم برای شما بفرستیم تقدیمتون کنیم، چون اینجا ما در از 365 روز وقتی که سر کلم دیگه میزدن، وقتی این بابا گفت من دپرسیون دارم زنه ولش کردی که سر مغزش نمیزنه، آها این هم خودش چیدنه، شاید یه راه حلی باشه. خب من میخواستم به خانواده داریم پیشنهاد میکنید؟ بله چه اگه این واقعا یه زن رفت رو اعصاب دون و من دپرشن دارم، تو هر وقت تو و ما راحتیم رو میخوایم. خلاصه این هم راه حل است. نمی که شما داری که شما پزشکی خوندید. نه اختیار داریم. نه من پزشکی نخوندم. ولی این هم راه حل است. این هم راه حل است. شما اینو توی یکی از کتاباتون ذکر کنید به نظر من. خیلی خوشحال شدم صدای گرمتون رو شنیدم. واقعا هر دفعه که میای روی خط یه انرژی خیلی زیاد و یک با اون واقعا طبع شوخی که دارین واقعا یه انرژی خیلی زیبا و خوبی به این برنامه میدین. مرسی. خیلی خوشحال شدم. یا حق، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. خدا پسرت. برنامه شفا بفرمایید. الو. جانم. الو. بله بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم. اما جان بعد بریم پیام ها. اوکیه. اوکی. بفرمایید عزیزم. بفرمایید. بله صداتون داره پخش میشه. صدای منو دارین شما؟ بله بله آقای دکتر. بفرمایید عزیزم. بله بفرمایید. یه کمی بلندتر صحبت کنید، صداتون داره پخش میشه، وقتمون داره تلف میشه. میخواستم بگم که 2 سال پیش من عمل هیسترکتومی توتال کردم با تشخیص آدنوکارسینوما استیج 1B و تشخیص دادن که باید 28 جلسه رادیوتراپی اکسترنال و 3 جلسه اینترنال انجام بدن. بعد از اون الان 2 سال گذشته، هر 6 ماه من سونوگرافی کردم و سونوگرافی بریس و شکم و لگن خوب بوده. بارم MRI کردم، مشکلی نداشتم. حالا میخواستم از شما خواهش کنم ببینم که برای به اصطلاح جلوگیری از تو اینا چه کار باید بکنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. اولا که چند سالتونه شما الان؟ 57 سال. هیچ گونه دارویی یا اون وقت شما رو شیمی درمانی هم کردن یا فقط رادیشن دادن؟ نه خیلی هیچ شیمی درمانی نکردم، فقط 28 جلسه رادیوتراپی اکسترنال، 3 جلسه اینترنال به نام برادیوتراپی با استیج 1B بودم. اون وقت آخرین باری که شما رو کاملا چک کردن چند وقت پیش بود فرمودین؟ تقریبا 3 ماه پیش بوده. من هر 6 ماه سونوگرافی انجام میدم، برست و شکم و لگن. یک بارم MRI کردم، فعلا مشکلی نداشتم. اوکی. کجا زندگی میکنی شما؟ در ایران، تهران. ببینین، یکی از چیزایی که پیشنهاداتی که من میتونم به شما بدم که خیلی خیلی ممکنه کمکتون کنه، دوری از موارد هورمونی، یعنی مثلا گوشت ها و لبنیاتی که به این 4 پایان هورمون تزریق کردن، از اونا اگر دوری کنی خیلی خیلی کمکتون میکنه. و اگر بتونید سبزیجاتتون رو خیلی زیاد کنی، میوه‌جاتتون رو زیاد کنی، مصرف آبتون رو زیاد کنی، یه روش زندگی صحیح که سیستم دفاعی بدن شما رو ببره بالا. البته یه چند تا مکمل غذایی هم ما داریم که خیلی کمک میکنه برای اشخاصی مثل شما که اولا یه پاکسازی انجام بشه، یه مقدار اثرات این رادیشن یه مقدار اونها رو بتونیم روش کار بکنیم و یه پاکسازی انجام بدیم و یه مقدار خیلی زیادی کار کنیم روی سیستم دفاعی بدن شما. من فکر میکنم که خیلی بهتون کمک میکنه. و جان
شما فکر میکنین که با این استرس این دیگه برگشت نخواهد داشت؟ من هیچ وقت پیش بینی در مورد چیزی نمی کنم عزیزم. من حتی نمیدونم 5 دقیقه دیگه چه اتفاقی میفته. ولی اینو میتونم بهتون بگم که هر چقدر بیشتر شما روی سلامتیتون کار کنین، احتمال بیماری کمتره. هر چقدر نور بیشتر باشه، جای تاریکی کمتره. هر شما روی ورزشتون، تغذیه‌تون، سلامتیتون، آبتون، هواتون، غذاتون، لول استرستون رو کم کنین، غذاهای سالم‌تر بخورین، خوابتون رو بهتر کنین و احساساتتون رو از این حالت منفی در بیارین، افکارتون رو مثبت بکنین. هر چقدر بیشتر این کارو بکنین، نهایتاً احتمال بروز بیماری و یا برگشت یک بیماری بسیار بسیار کمتر. این اصلا یه چیز کلیه، فرمول کلیه. ولی اینکه حالا برمیگرده برنمیگرده من نمیتونم پیش بینی کنم، ولی اینو میدونم که اگر این کار رو بکنین خیلی خیلی اون شانس خودتون رو بیشتر میکنین که سلامت‌تر بیشتر بمونین و احتمال بروز و یا برگشت بیماری‌ها رو کم کنین. ببخشید، من فقط خوابم خیلی کم هست و همین استراب زیاد دارم. استرابم خیلی زیاده. خب خیلی مهمه که رو اونا کار کنیم. ببینید نگرانیتون راجع به چیه، باهاش دیل بکنیم. در اون مورد هم من میتونم کمک کنم که یه مقدار خوابتون از نظر طبیعی بهتر بشه و یه مقداری افکارتون رو بیشتر روی چیزای مثبت ببرین و استرابتون رو کم کنین. چون اینا خیلی تاثیر میذاره روی سلامتی. خیلی زیاد. بیشتر از هر چیز دیگه ای. استراب و نگرانی دارین؟ نگرانیتون در مورد همین بیماریتونه؟ بله. هر چقدر بیشتر روی سلامتیتون کار کنین و ببینین که بهتر و سرحالتر و از همه نظر سالمترین، نگرانیتون هم کمتر خواهد شد. تا اینکه همش بشینین و بگین وای اگر این برگرده چی میشه فلان اینا، اینجوری اون افکارتون رو به سوی خیلی مثبتی جهت ندادین. پس من الان با شماره ایران تماس بگیرم برای گرفتن مکمل ها و غیره؟ بله عزیزم، با شماره ایران تماس بگیرین، بعدن براتون یه پرونده تشکیل میدن، اون موقع مکمل و غذایی رو هم حتما بهتون معرفی خواهیم کرد. بله متشکرم، خیلی ممنونم. مرسی از شما عزیزم، خدا نگهدارت. برنامه شفا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام از بنده است. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. مرسی عزیزم. ببخشید آقای دکتر، الان تقریبا یک ساله که من عفونت ادرار دارم و رفتم دکتر و آنتی بیوتیک شماره 100 رو به من دادن. تقریبا 7-8 ماه خوردم، بعد رفتم گفتن که برو آزمایش، رفتم آزمایش و گفتن که پاک شدی. دو مرتبه بعد از 2 هفته دیگه رفتم دکتر و آزمایش ادرار رو دادم، گفتن که نه دوباره عفونت داری. بعد 20 تا کپسول بهم دادن که بخورم. الان من نمیدونم که چند تا دکتر رفتم و نتونستن که اینو به من قطعی بگن که در اثر چیه و چیکار باید بکنم که این برطرف بشه. من قطعی بهتون بگم که یکی از دلایل این عفونتتون یه مقدار زیادش به خاطر همین آنتی بیوتیکه. اینو قطعی بهتون میگم. حالا دلایل دیگه هم ممکنه داشته باشه، ولی مصرف آنتی بیوتیک خودش یکی از دلایل به وجود اومدن همون اینفکشن توی بلادر میشه. وقتی بله. که محیط مثانه‌تون بله قلیایی باشه. ببینین هر قسمتی از بدن انسان بعضی موقع باید بیشتر قلیایی باشه، بعضی موقع باید اسیدی باشه. بله. مثلا خون ما بیشتر باید قلیایی باشه، مثلا دارم میگم. آب دهانمون باید بیشتر قلیایی باشه. بله. ادرارمون مثلا باید به یه مقداری بیشتر حالت قلیایی داشته باشه. ولی مثلا محیط مثانه باید اسیدی باشه، محیط معده باید اسیدی باشه. اینا یه مقدار چیزایی که اگر که مراد بکنید، شما احتمالاً محیط مثانه‌تون خیلی قلیایی شده و احتمالاً به خاطر یا من قندم دارم ببخشید. اوکی. مصرف آنتی بیوتیک بله و یا مصرف مواد قندی زیاد، موادی که جانک فود هستن، موادی که خب خدا رو شکر اونا رو نمیخورین و مواد گوشتی و مواد لبنیاتی، اینا وقتی که به خصوص زیادی باشه و طبیعی و ارگانیکش نباشه میتونه روی این مسئله اثر بذاره. نه آقای دکتر نمیخورم اینا رو. اوکی. شما به غیر از دفعه اولی که این عفونت رو گرفتین چند وقت پیش بود؟ تقریبا الان 1 سال پیش بوده. دفعه اول. چند سالتونه شما؟ بله. چند سالتونه؟ 67. اوکی. آیا قبل از دفعه اول، قبل از اینی که عفونت بگیرین، 6 ماه، 1 سال قبلش یا 2 سال قبلش به طور کلی
مصرف آنتیبیوتیکتون زیاد بوده؟ نه خیلی. اصلا مصرف آنتیبیوتیک نداشتیم؟ هیچ وقت ناراحتی های عفونی قارچی زنانه داشتین؟ نه خیلی. اونا رو هم نداشتین؟ نه خیلی. خیلی خوب. شما الان از نظر رژیم غذایی بیشتر سبزیجات و میوه‌جات و اینا میخورین یا بیشتر غلات و حبوبات و گوشت و برنج و نه آقای دکتر، بیشتر سبزیجات، گوشت و خیلی خیلی کم میخورم و مرغ میخورم و اسید زمینی و ماکارونی و اینا هم همه پریزم. چی؟ غذای روزانه‌تون چیه؟ عوض که نشده تو این 7 8 10 ساله؟ نه نه. اوکی، به من یه صورت کلی، یه تیپیکال روزتون رو بگین غذا چی میخورین؟ من صبحا یا یه ذره این میخورم، سفیده تخم مرغ، یا که یه ذره عسل با دارچین. برای چی سفیده تخم مرغ میخورین؟ بله، سفیده تخم مرغ. واسه که میگن زردشت زیاد کلسترول داره. کی میگه اینو؟ والا میگن این میگن که خب به من بگی منم یاد بگیرم. کی میگه اینو؟ میگن این میگن خیلی برای من جو. من فکر کنم یه کتاب ما بعد بنویسیم راجع به میگن. کی میگه اینو؟ کی میگه؟ کی میگه؟ کی میگه که زرد میان تو تلویزیون میگن؟ جان دکترایی که میان تو تلویزیون میگن. رو چه اصولی میگن که زردی تخم مرغ ضرر داره و سفیده رو باید جدا بکنی و یه چیزی که در طبیعت اومده و خداوند داده باید این دوتا رو جدا کنی، اون وقت وقتی که جدا کنی خاصیتش بیشتر میشه؟ بله. نه خب چون منم دوست دارم یاد بگم، شاید من دارم اشتباه میکنم. نه شما اشتباه. نه جدی میگم، خدا شده نه، واقعا دارم صحبت میکنم، شاید من باید یاد بگیرم، ولی منو قانع کنین که زردی تخم مرغ باید از سفیده جدا بشه و بعد سفیده به تنهایی خورده بشه. میگم زیاد زردی تخم مرغ کلسترول رو میبره بالا آقای دکتر. نه خیلی چیزای دیگه هست که به مراتب کلسترول خیلی بیشتر میبره بالا و کلسترول دلیل بالا رفتنش به خاطر اینکه میخواد جون شما رو نجات بده. کلسترول چیزی که کلسترول میبره بالا که تازه باید ببره بالا که جون شما رو نجات بده، استرس، ناراحتی‌های تیروئید، ناراحتی‌های قندی، ناراحتی‌های اضافه وزن، ناراحتی‌های فشار خون و یه مقدار ناراحتی‌های کبدی. بله. اگر غذا که شامل حالا تخم مرغ و همه اینا همه بازیه، اگر قرار بشه اینا ببره بالا کلسترول شما رو ممکنه 5% اونم شاید، که اونم تازه اصلا مهم نیست. نه من نمیگم الان بشین روزی 10 تا تخم مرغ بخورین. ولی تخم مرغ بخورین، تخم مرغ غذای سالمیه. هر هفته چند تا میتونین بخورین؟ بستگی به شخص داره. بستگی به شخص داره، به سن داره، به سلامتیتون داره. به بعضی من میگم اصلا تخم مرغ نخورن. بله. به بعضی میگم روزی یه دونه تخم مرغ بخورن، خیلی هم براشون خوبه. به بعضی حتی سنشون پایین باشه خیلی سالم باشن. خیلی موارد دیگه میگم حتی تا هفته 7-8 تخم مرغ هیچ اشکالی نداره. ولی 100% چیزی که مطمئنم اینه که تخم مرغ باید ارگانیک باشه و 100% چیزی که مطمئنم اینا نباید جدا کنن از هم دیگه. بله. حالا اگر خواستین جدا هم بکنین، حداقل یه زرده رو با دو تا سفیده قاطی کنین، ولی نه اینکه کاملا چون این باید با هم باشه که برای بدن قابل شناخت و قابل هضم و قابل جذب باشه. خب حالا بگین دیگه چیا میخورین؟ من چی میخورم؟ بله داشتین ادامه میدین. یه تیکه سینه مرغ یا رون مرغ میخورم با سالاد. اوکی. و شبم خیلی چیز ساده، یا سالاد با یه تیکه نونه های توست شده مشکی. اوکی. اون وقت شما هیچ وقت کرنبری جوس خوردین؟ بله خوردم، الانم دارم میخورم آقای دکتر. چه جوریشو میخورین؟ از کجا زندگی میکنین اولا؟ اول در لس آنجلس هستیم. در ضمنم اینیم از کجا کجا گرفتی؟ نه اینا رو که قرمزه که دیشب گرفتی عزیزم. بله شما کرنبری جوستون؟ بله کرنبری جوز رو از کاسکو گرفتم. آها نه ببینین احتمالاً اینا خیلی زیاد شکر داره. بله شما یه مدتی کرنبری جوس رو از این هلت فود استورا بگیرین، مثلا مثل هول فود یا اینجور جاها. بله. که فقط عصاره کرنبری باشه. بله. و با آب یه کمی قاطی کنین و روزی چند لیوانش رو بخورین. یه مقدار زیادی هم سبزیجاتتون و آب سبزیجاتتون رو زیاد کنین. یه یک ماه دو ماه این کار رو بکنین، بعدا دوباره با من تماس بگیرین. قربون محبتتون. خواهش میکنم. ولی حتما کرنبری جوس رو بخورین و بدون شکر باشه 100%. مرسی از تماستون. قربون شما. لطف کرد. خواهش. خدا نگهدار. اما جان میریم تا آخر.
یا اینکه آره برنامه شفا بفرمایید. بله میخواستم با دکتر هوبان صحبت کنم. بله عزیزم بفرمایید، شما روی خط هستین، من در خدمتتونم. سلام آقای دکتر هوبان، من راجع به سیست کیدنی طرف راستم دارم زنگ میزنم. یه سیست در آوردم اندازه تقریبا یه تخمرغه. اوکی. و میخواستم ببینم که آیا این سیستو میشه و توش کالسیفاید هستش. بله. و سپتیشن یعنی دیواره داره. بله بله. و توی کیدنی راست هستش. میخواستم ببینم آیا پلو دکتر رفتم، پلو یورولوژیست که هد آف دی دیپارتمنت هستش و گفته که الان فعلا هیچ اصلا نباید بهش دست داده و یه 6 ماه دیگه صبر کن تا ببینیم آیا بزرگتر میشه و اگه بزرگترم نشه باز ما هیچ باش کاری نداریم مگر اینکه یه چیز بدی باشه مثل حالت سیستیک تومر یه چیزی باشه، اگر نه باش کاری نداریم و ولش میکنیم. okay. فقط نگاش میکنیم هر چند ما به چشم ما پیونیم بزرگ نشه. آیا چیزی هست از لحاظ آلترناتیو مدیسن مثل هومیوپاتیک یا کاری به داروهای گیاهی که بشه بله. کم کم از بینش برد؟ از بین بردنشو نمیدونم، بستگی به خیلی چیزا داره، امکانش هست ولی من ادعا نمی کنم که بشه یا نشه، اون دیگه بستگی به خود بدن شما داره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بدن شما رو انقدر بهش کمک بکنیم که خود بدن شما چیزای ناخواسته رو از خودش دور کنه. دلیل به وجود اومدن این سیست به احتمال زیاد، اولا چند سالتونه شما؟ من 51 سالم. اوکی. بعد هیچ گونه مشکلی از نظر پوکی استخوان اینا داشتین یا دارین؟ نه خیلی. اوکی. شما احتمالا مستعد پوکی استخوان هستین احتمالا. خیلی دیگه به خاطر پوکی استخوانه که این نه. نه عزیزم، مشکل شما به احتمال خیلی زیاد به خاطر عدم توانایی جذب کلسیومه. بله. اوکی. حالا علت اینی که کلسیومو نمیتونین جذب کنین، یکی ممکنه موارد هورمونی باشه، یکی ممکنه اگر مشکلی از نظر غده تیروئید دارین که اونو من میتونم الان چند تا سوال از خدمتتون بکنم که شاید یه آیدیایی به ما بده، ممکن از نظر هضم و جذب غذا مشکل دارین، غذاتونو که میخورین نفق و گاز و این چیزا زیاد دارین، یبوست دارین، مشکل دارین، ممکنه از نظر دستگاه گوارشتونه، ممکنه به خاطر خوردن مواد کلسیمی غیر قابل هضم و جذب زیاد باشه مثلا لبنیات و یا قرصای کلسیوم که مثلا کلسیوم کاربونت مشتقاتش باشه و این چیزا باشه، اینا همه میتونه باعث بشه که کلسیوم شما به درستی جذب نشه و برای هر شخصی میتونه یه جوری خودش رو دیپازیت بکنه و نشون بده. در مورد شما در کلیه راستتون ایجاد سیست کرده که گفتنم کلسیفیکیشن هستش. شما اضافه وزن دارین؟ من بله. کجای بدنتونه این اضافه وزن بیشتر؟ تقریبا از میتونم بگم بیشتر از کمر و باسن و سای. اوکی. موهاتون هم میریزه؟ موها بله. پوستتون هم مدتی شدید میریزه. پوستتون هم خشکه؟ پوستم هم تقریبا خشکه بله. دست و پاتون یا بدنتون سرد میشه؟ بله بعضی موقع. تمرکز و حواستون و حافظه و اینا چی؟ اونام کم شده؟ بعضی موقع نه خیلی نه. اوکی. یه مقدار به نظر میاد که امکان داره که تیروید شما احتیاج به کمک داره، حالا ممکنه برین آزمایش هم بدین بگن نه همه چی اوکی و نرماله، ولی به نظر میاد که ممکنه یه مقداری از این عدم جذب کلسیمتون، معمولا کسانی که سنگ کلیه دارن یا پوکی استخوان دارن ناراحتی تیروید هم یه مقداری دارن، نه همیشه ولی معمولا بعضی موقع. من تایروید که پرابلم تایروید ندارم، من اینکه تایرویدمو چک کردم چند دفعه تا حالا از لحاظ لابراتوری هیچ پرابلمی نداره. بله من عرض کردم امکان داره که برین لابراتوری بگن هیچ اشکالی نداره. من دارم به طور کلی از نظر علائمی که شما دارین عرض میکنم. اون وقت از نظر دستگاه گوارش چطوری؟ نفق و گاز و این چیزا دارین به شکمتون؟ نفق شکم دارم. بله نفق شکم هم دارین. خب اینم باز ناخناتون شیار داره؟ چی هستش؟ ریجز داره، یه کمی خط خطیه؟ نه نداره. خیلی خوب. اون وقت هیچ وقت ناراحتی مفاصل یا درد و اینا داشتین یا نه؟ بله اونم دارین. خیلی خوب. شما عزیزم یه مطالعه کامل لازم دارین، مهمتر از همه اینه که جذبیت کلسیمتون حل بشه و یه مقدارش من فکر می‌کنم مربوط به دستگاه گوارشتون میشه، یه مقدارش مربوط
تیرویدتون. فرمودین 58 سالتونه؟ 51. 51. خب یه مقدارم ممکنه بخواد یائسه شدین یا هنوز نه؟ بله بله، در حدود 2 ساله. یه مقدارش هم به خاطر یائسه شدنتون، باز اونم جذب کلسیم میتونه کم کنه. از روی این سه تا مسئله ما کار کنیم، فکر میکنم که بهتون کمک بشه. اما جان چی فرمودین؟ پیام؟ اوکی. اگر دوست داشتین تماس بگیم با مطب، حتما در خدمتون خواهیم. بله بله. خواهش میکنم. دوستان عزیز، میریم سراغ چند پیام، برمیگردیم به ادامه برنامه. با ما باشید. برنامه شفا بفرمایید، شما روی خط هستین. سلام آقای دکتر، خوبن؟ سلام عزیزم. من یه سوال دارم در مورد خواب. خواب من خیلی خواب میبینم، طوری که اصلا روز صبح میخوام بیدارشم با خستگی بیدار میشم. اوکی. نمیدونم اصلا اینا معنی دارن یا نه، چون میگن تعبیر خواب و این حرفا. نظر شما رو میخواستم بدونم راجع به تعبیر خواب و یا اینا چه معنی میتونه بده. من ولی میگم خیلی خواب میبینم. بله، ببینین در مورد خواب یکی دو سه تا برنامه داشتیم و حتما هم باز اگه دوستش بشین میتونیم داشته باشیم، ولی اگر بخوام تو چند خط خلاصه کنم، نظر شخصی خودمو بدم، به نظر من دو نوع خواب داریم ما. یکی خوابایی که به خاطر اتفاقاتی که در روز افتاده و اون پروسه هایی که در روز کامل نشده و به خاطر اعمالمون و افکاری که داشتیم و خیلی از چیزا مجبور، وقتی که در روز کامل نشده باشه و ما کارمون باهاش تموم نشده باشه، در خواب اینها به عناوین مختلف و به صور مختلف خودشو نشون میده. یه نوع خواب دیگه هم داریم که اون خوابیه که پیام درشه. همین، میخوام ببینم اینا چه پیامی به من میدن. هرچی خواب بفهمم نمیتونم پیام رو بگیرم. خب اینا دیگه خیلی، اولا من متخصص تعبیر خواب نیستم، ولی بعضی موقع خب شاید اگر که خواب رو یه مقدار تعریف کنین، همین خود تعریف کردن و یه مقدار بالا پایین کردن، شاید متوجه بشین که پیامش دقیقا چی میتونه باشه. و ولی مهمتر از همه اینه که متوجه بشین که این خواب بیشتر حالت این بوده که یه پاکسازی و یا یک پروسه خوب بوده، پاک بشه و تموم بشه و کامل بشه، یا اینکه یه پیام خیلی قوی درش هست. آیا خواباتون تکراریه یا اینکه نه خوابای مختلف میبینید؟ بعضی وقت تکراریه، ولی بعضی وقت اصلا یه موضوعی پیش میاد که اصلا من شاید مثلا بر فرض یه فرضی رو میبینم، یه فرضی رو میبینم که شاید ده ها سال من ندیدمشون یا اصلا در موردشون حرفی هم نزدم، بعد مثلا اون خوابو میبینم، نمیدونم، بر همین دنبال پیغام میشم، نمیتونم پیغامشو متوجه. بله. و خواباتون یادشون خوابا کاملا یادتون میمونه؟ بعضی وقت یادمه، بعضی وقت یه چیزی میشه یادم میاد. متوجه. ولی خیلی خستم میکنه بعضی وقت، بعضی خواب ولی هم خیلی نگرانم میکنه، بعد تمام روز در موردش دارم فکر میکنم آیا این چه پیغام میده. بعد میخوام ببینم آیا جایی یا کسی یا کتابی وجود داره که بشه تعبیر خواب از روش کرد، چون که من خودم هیچی نمیفهمم. بله، هم جایی وجود داره، هم کتابای خیلی زیادی وجود داره. شما کجا زندگی میکنین؟ من ویرجینیا زندگی میکنم. انگلیسی، کتاب انگلیسی میتونین راحت بخونین؟ نه خیلی خوب نه. آها، خب من فارسی رو نمیدونم. من زنگ اگر دوست داشتین تماس بگیرین با به مطب، شاید بتونم راهنمایی بیشتری بگم، بچه ها بهتون بگن کجا برین چی کار کنین. ولی کتاب های انگلیسی زیاد هست که کمک میکنه به این مسئله، چون خیلی هاش هم هست که بسیار گمراه کنه. نگاه میکنم و بعض وقت تعبیر خواب بعض وقت درسته، احساس میکنم درسته، ولی بعضی وقتا نه، نانسنس. کجا رو نگاه میکنی؟ متوجه نشدم. تو کامپیوتر هست تعبیر. نه 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 نه، اونا رو من زیاد، من فکر میکنم که شما شاید احتیاج به یه شخصی داشته باشین که علاوه بر اینکه خواب رو تعبیر میکنه، یه کردنشیالی داشته باشه به هر حال توی چیزای روانی و روحی روانی و غیره، اونجوری خیلی بیشتر میتونن کمکتون کنن. اوکی، پس من زنگ میزنم به مطلبتون ببینم. من اگر بتونم، چشم، حتما بتونم معرفی کنم کسان. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا حفظت. برنامه شفا بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر، خط نباشید. متشکرم، بفرمایید عزیز. آقای دکتر، من حدود یک ماه پیش کولونوسکوپی داشتم، کمتر از دو ماه پیش. بعد توی کولون من تومور پیدا کردن که دو هفته بعدش هم عمل کردن، یک سوم از کولون منو در آوردن و گفتن که
18 تا لیمف نوت هم در آوردن باش که از اون 18 تا 3 تاش کانسر داشته. اوکی. ده روز دیگه قراره برم برای کیموتراپی. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. در چه موردی؟ نظر من رو در چه موردی بدونیم؟ در مورد کیمو. ببینین میگن که اصلا توی بدن دیگه کانسر وجود نداره. بله. ولی برای اطمینان خاطر باید این کار رو بکنیم. بعد اطلاعاتی که من گرفتم از روی اینترنت، کیمو خودش کلی ساید افکت داره. درسته. میخواستم ببینم نظر شما چیه و اگه من نخوام کیمو انجام بدم چه کاری باید بکنم؟ اگر که نخواین کیمو رو انجام بدین، باید اولین کاری که میکنین از نظر ذهنی کاملا خیالتون راحت باشه و هیچ گونه احساس بدی راجبش نکنین، راجب تصمیمی که میگیرین. نهایتا تصمیم با خودتون باید باشه، چون من هیچ وقت تصمیمی برای کسی نمیگیرم، ولی میگم اگر کسی تصمیم بگیره که کیمو نکنه و بعد فردا هر اتفاقی کوچیکی که افتاد بگه ای وای ببین اگه من چون من کیمو نکردم این اتفاق افتاد، این تصمیم درستی نمیتونه باشه. و یا برعکسش اینه که باید شما کاملا مطمئن باشین که تصمیمی که میگیرین قاطع و تصمیم درستیه و واقعا جای برگشتن براتون نداشته باشه و خیالتون راحت باشه که این تصمیمی که گرفتین برای شما پشیمونی نمیاره. من در مورد اینکه کسی کیمو انجام بده یا نده هیچ وقت نظری نمیدم، ولی نظر من راجب کیموتراپی خیلی شبیه نظر من راجب آنتیبیوتیکه. آنتیبیوتیک بعضی موقعها جون ما رو نجات میده و بسیار چیز خوبی میتونه باشه و خیلی از مواقع ما رو بیشتر بیمار میکنه. خیلی مهمه که مثلا آنتیبیوتیک چه موقع داده بشه و چه موقع نشه. به نظر من و به نظر خیلی از محافل پزشکی امروزه 93% مواقعی که البته این طبق آمار خود چیز AMA هست، 93% مواقعی که آنتیبیوتیک میدن اشتباه میدن، طرف یا ویروس داره یا اصلا نوع آنتیبیوتیک اشتباهه یا اصلا اجازه نمیدن که ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی بدن خودش بجنگه و خیلی از موارد دیگه که میگه به هر حال اون جزء صلاحیت من نیست که بخوام نظر بدم. ولی اینو میدونم که آنتیبیوتیک بعضی موقع هم جون آدمو نجات میده، انسان جونش در خطره، کلیه هاش چرک کرده، وحشتناک آنتیبیوتیک میدن جونش رو نجات میدن، ولی اینکه به خاطر هر چیز کوچیکی بیان آنتیبیوتیک بدن اونو من زیاد مثلا باهاش موافق نیستم. نظر من راجع به کیمو هم تقریبا یه همچین چیزیه. اگر قراره که کیمو جون شخص رو نجات بده که خب خیلی خوبه، ولی اگر قراره که به هر حال کیمو فقط انجام بشه که حالا یه مقداری مثلا خیال ما راحت بشه و یا ممکنه یه مقدار به خاطر محافظه کاری و غیره، اون یه تصمیمی که شخص خودش باید بگیره، من نمیتونم اون تصمیم رو بگیرم. ولی به هر حالش در هر دو صورتش شما باید روی سلامتی خودتون کار کنی. به هر حال شما باید، البته اگر میخواین تحت نظر ما باشین، اگر کیمو بگیریم و یا نگیریم اون اپروچ ما یه مقداری فرق میکنه، چون بعضی از کارهایی که ما میکنیم خب با کیمو یه مقدار ممکنه، چون کاری که ما میکنیم سیستم دفاعی بدن میبریم بالا، کیمو سیستم دفاعی بدن میاره پایین، اینه که باید یه مقدار کجدار و مریض بریم. ولی به هر حالش ما میتونیم کمکتون کنیم، چه کیمو بگیرین چه کیمو نگیرین، ولی نهایتا باید شما روی خودتون کار کنید، روی سلامتیتون، و به هر حال نهایتاش سلامتی شما از درون خودتون میاد نه از بیرون. ولی بعضی موقع لازمه که یه جوری جونتون نجات پیدا بکنه که خیلی خوب از نظر علم پزشکی در این مورد خیلی هم خوبه. جانم در مورد این داروهایی که شما میدین تجویز میکنید، میخواستم ببینم برای منم چیزی دارین که بتونه کمک کنه به من. اولا کار من اصلا تجویز نیست، تجویز مال علم پزشکیه که من اصلا کاری به اون ندارم. داروهایی که ما رکامند میکنیم و پیشنهاد میکنیم به شما 100% بله میتونه به شما کمک بکنه که سیستم دفاعی بدن شما رو ببره بالا، که خود بدن شما مقاومت بکنه در مورد موارد مختلف. شما نهایتاً به نظر من باید از تمام فرآورده های حیوانی دوری کنید، یعنی گوشت و مرغ و تخم مرغ و ماهی و لبنیات و اینا رو همه رو برای یه مدت کاملا بذارین کنار و یک رژیم ویگن و یا ویجیتریان کامل بگیرین و بعدم یه مقدار از نظر مکمل‌های غذایی یه تقویت کامل بشین. به احتمال قوی احتیاج به یه پاکسازی کامل دارین. بعدن دیگه بقیه‌اش اون چیزایی که بین خودتون و پزشکتون هست، اونا دیگه بین خودتون و پزشکتون، که حتماً هم باید تحت نظر پزشک مرتب باشین، ولی تصمیمو دیگه خودتون باید بگیرین. یه مقدار مطالعه، یه مقدار بالا پایین، یه مقدار به هر حال تو ترازو، کفه ترازو بذارین،
و یه مقدار روحیه خودتون رو در هر دو صورت بسنجین، ببینید کدومش راحت ترین اون کار انجام بدید. همه این کار رو هم با مشورت پزشکتون انجام بدید خیلی بهتر. خیلی ممنون. پس اگه من بخوام از مکملهای شما استفاده کنم باید تماس بگیرم با دفترتون؟ با مطب تماس بگیرین. از کجا زنگ میزنین شما؟ من از شیکاگو زنگ. بله زنگ بزنین با اون شماره مطب کاملا راهنماییتون میکنن که چیکار کنین. خیلی ممنون، مرسی. خواهش میکنم، خدا نگهدار. برنامه شفا بفرمایید. برنامه شفا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام از بنده است، بفرمایید. آقای دکتر من چند وقت پیش رفتم این جناق سینه و بالا و دوتا قفسه های سینه هم زیاد نه، بیشتر از جناق سینه به بالای خط مستقیم خیلی درد میکرد. بله. بعد من رفتم بیمارستان نوار قلب گرفتن، گفتن نوار قلبت خوب نیست. اوکی. نوار قلبت خوب نیست، منو برای نیتروگلیسرین بهم سرم زدن و یا آمپول به نام استریپتوکیناز بهم زدن. اوکی. بعد بستریم کردن دو سه روز، بعد مرخص شدم. بعد من رفتم. بعد چی شد؟ نفهمیدم. بستری کردن بعد چی شدین؟ بعد منو بستری کردن و بعد گفتن بعد اینکه مرخص شدی پیگیری کنی ببینی قلبت برای چی شده. آها مرخصتون کردن. فهمیدم. بله ببخشید. بله مرخصم کردن. گفتن یه مشاوره گوارش هم برو. بعد آزمایش کردم بیلیروبین هم بالا بود. این بیلیروبین هم خیلی بالا بود. اوکی. بعد گفتم برو پیگیری کن چیه. من رفتم گفتن میخوای بری آنژیو کنی میخوای برو بکن. من رفتم سیتی آنژیو کردم. خدمت رو عرض کنم که زد که دوتا رگ فرعی این پلاک کلسیم توش گرفته. اوکی. بعد من دیگه دکتر نرفتم، رفتم دکتر گیاهی. مشخصاتی که دادم گفت چون اون موقعی که سینم درد گرفت تو شب خیلی سردی پشت سرم میخوردم خیلی زیاد. بعد دکتر گیاهی به من گفت که شما ورم معده داشتی. ورم معده داری، این ورم معده هم شاید به قلبت فشار آورده که نوار قلبت خوب نبوده. بعد یه سری برای معده و اینا الان منو تحت درمان گذاشته و پرهیز و که آب کمتر بخور، معدت بعد غذا کلن تا تشنه نشدی نخور که این معدت شل نشه. نه 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 من با این حرف موافق نیستم که تا تشنه نشدی آب نخور. نه 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 این وقتی که شما تشنه بشین، اینی که میگن تا تشنه نشده آب نخور حرف درستی نیست، به خاطر اینکه من برای معدت نه معدتون هم حتی شما فقط با غذاتون آب نخورین، نیم ساعت قبل از غذا و تا دو ساعت بعد از غذا آب نخورین. آها. ولی قبل و بعدش شما آب بخورین به مراتب، چون وقتی آدم تشنه میشه خیلی و آب میخوره یعنی دیهایدره شده، اون موقع دیگه خیلی زمان خوبی نیست. شما مشروب میخورین؟ من نه اصلا اهل مشروب و سیگار و اینا نیستین؟ هیچی اوکی. من چون وقت برنامه‌مون تموم شده میتونم شما رو بذارم روی هولد ادامه صحبتم با اتون داشته باشم؟ خواهش میکنم. قطع نکنین، من حتما با اتون صحبت میکنم 3 دقیقه. مرسی. دوستان عزیز وقت ما رو به اتمام، اشاره میکنن که باید خدافیسی کنیم. فقط خیلی سریع چند تا نکته رو اعلام کنم. کسانی که دوست دارین کتاب ما رو دریافت کنین حتما تماس بگیرین با شماره هایی که روی صفحه تلویزیون میبینین و توضیحات خدمتون خواهند داد. کتاب سرچشمه حیات، کتابی که به هر حال چندین و چند ساله که روش کار کردیم. برنامه ها هم که برنامه های شفا که ساعتش عوض شده یک بار دیگه اعلام میکنم خدمتون، برنامه های شفا روزهای چهارشنبه ساعت 10 صبح به جای 11 و تکرارش ساعت 10 شب یعنی 12 ساعت بعدشه، و بعد یک شنبه صبح زود ساعت 1 صبح تا 3 صبح به وقت لس آنجلس. برنامه های کیمیا هم از طریق تلویزیون پارس روزهای دوشنبه و 5 شنبه ساعت 6 بعد از ظهر هست، تکرارش فردای اون روز یعنی 3 شنبه‌ها و جمعه ها ساعت 7 بامداد. تا برنامه آینده، برنامه های آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. برای تک تکتون آرزوی سلامتی روزافزون دارم. از بچه های اتاق فرمان، آقای مهیار، آقای عماد تشکر میکنم. دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم، این گل سرخ من است. دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست، راز خوشبختی هر کس
به پراکندن اوست.